به به چه نوری، اینم از این. خب حالا میرسیم به این، یه عکسی ازت بگیرم که کیف کنی. اها اکبر جون این چه قیافه یه گرفتی؟ بخند. زیاد بخندم جرف میشه، تو محلی و برام هفته هم میرن همه جون. اکبر جون زبونم لال، عکس مجلس ختمت که نیست، عکس پاسپورته. ناسلامتی داری میری خارجه؟ میخوای آبروی منو جلوی ژاپنیا ببری؟ نمیگن این چه عکسی آقا حمید گرفته؟ نوکر آقا حمیدم هستم، فقط به جون که داره نفسم میبره. خفه شدم حمید جون، یه خور زودتر. همه الان یه دقیقه صبر کن. چیکار داری میکنی؟ این رنگش بهتره، خارجی. اکبر جون دیگه چی شده؟ هنوز نرفته، دلم برای تنگ شده. فکرشو بکن، 6 ماه میدونی چقدره؟ خودش یه عمره. چون اکبر دوباره ننه من غریبم بازی ران انداز. چشم هم بزنی برگشتم، عوضش نمیگی همه اینجا مال خودمون میشه؟ داخل اگه نرم تا آخر اون باز شاگردی اینه اونو بکنیم که. اونجا که میری حواست باشه، مواظب خودت باش، یه وقت پولاتو نزنن. به نزهت خانومم بگو تو زیر شلواری یه جیب بدوزه، یه ما غذای ناجور نخوری مریض شی. اکبر جون اگرم هر وقت خیلی خوش بودی یه یادی هم از ما بکن. حتما حمید جون، نوکرت هم هستم حمید جون. چیونه من بخن؟ خیلی 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 شما دوتا روزی چند بار خود عوضی میکنین؟ چاییتونم که سرده، بیاییم به کارتون برسیم بابا. یه دقیقه دست شما درد نکنی مشتی، یه دور از جون بگو. شوخی کردم بابا. خب 1 2 3 ژاپنی تو سفارت ماشاءالله. آره تو تو میگی اکبر جون کجا خوری زبون بلدی؟ گفتم یه اسکو پس دمت گم. اوکیه، فقط هوا این یارو داشته باش کارت با من. من گرسنه ام نخیر نمیشه، کار ما نیست. اکبر جون ژاپنیشو بگو، من تشنه ام. دوشو گو، من تشنه ام. بگو چی بود؟ ها؟ ای گفتی؟ حواست به من باشه، من تشنه ام. داخل اگه اینجوری بخواد پیش بره ما اونجا گشنگی میمیریم که. تشنه شه، من تشنه ام. باتا گوشی تشنه. من بیکارم، آیا شما کار سراغ داری؟ واتاکوشی بیکار آیا؟ نه قاشق چنگالشون با آدمی زود رفته، نه اون زبون باموندهشون که داری به ما یاد دهی. اکبر جون اینقدر ژاپنی یاد گرفتی فارسی یادت نره. حالا بگو من گرسنه ام. خدای نکرده، مگه قراره اکبر آقا بره اونجا گدایی؟ اینا چیه یادش میدی؟ اگه یه وقت گشنه شد چی؟ بیا اکبر، باید بتونه دردشو بگه. مملکت غریبه. دیروز پای پیاده رفتم امامزاده داوود، کلی نذر و نیاز کردم که بچه‌م صحیح و سالم سر و مار گنده برگرده. آخه نزد خانم از این گنده تا چی میخواد بشه؟ خوبه زبونتو گاز بگیر، شما به دلت بد نیاد، انشالله که میره با دست پر برمیگرده. عکاسی رو میخرن و میشن آقای خودشون. چه میدونم والا، تو خدا چی بخواد. اکبرا، شما با ترکای اونجا معاشرت کنید، نشست و برخاست کنید، اونا شما را راهنمایی میکنن. آخه عزیز آقا جون، ژاپن که ترکی نداره. شما که سواد داره چرا این حرفو میزنی؟ شما این مهلت باید بود. اکبرا، سیب سر راتون، این رادیونو برین دکن اسماعیل آقا. درست چش بابا، نه کی سرینا ز
مجلش که بهت نشون دادم موسیقی باعث رشد گلا میشه. اینی که تو میزنی بدتر ریششونو میخشکونه. اینا همش تیغ بزرگ میشه میره تو چشت کورت میکنه. حمید آقا فوت نکن، میخوایم بشیریم بخوابیم. چشم بفرمین شما. ببین نگس خانم، شما تو خود ژاپن هم که عکاسی باشه ببین عکاسا همه اصلا پدرشون ده بچه یه چیزی مینویسته مثل ما. اینقدر به وسیله من دست نزن دستم خط میخوره. مگه مست مینویسی با اون رفیق شکم گندن؟ گوشی تو بیاد تا بهت بگم اکبر از بچه‌ای که به وسایل دست بزنن بدش میاد. صبح یه بچه‌ای به وسایل دست زد فکر کنم خوردش، حالا هی دست بزن. من چاخان میکنم؟ خیلی خوب، وقتی اومد بخورت هی نه التماس کنی بگید زامنشاه خود دانی قابل شما رو نداره. انشالله که پولتون جور میشه و از شر آقا بال سر راحت میشه. اختیار دارین، ما نوکرش. خدا رحمت کنه پدرتونو، ما هر چی داریم از ایشون داریم. بیا بابا جون اینا مال تو، ببر خونتون باش. بیا بریم رامین، انقدر مزاحم کار حمید آقا نشو. بیا داریم کمک میکنه ایشون. بله خدا حافظ. خدا به سلامت. من الان برمیگردم. نگس خانم به مادر سلام برسون. بزرگیتون اما رامینم بفرستیم بیاد پیش حمید عکاسی یاد بگیره. خوش اومدین. مش ماشاءالله نهار. پس چی شد این نهار؟ آوردم بفرم. میگم که مش ماشاءالله هم باز یه فکری برای بساطش بکنه. بله دیگه. چه فکری؟ با آقا رو تازه میگه چه فکری؟ مشتی تو دو ما دیگه ما اینجا رو خریدیم، یه دستی به سر گوشش میکشیم نونوار میشه. قضیه دیگه فرق میکنه، مشتریامون عوض میشن، آدمای موند بالا حسابی. چه جوری بگم، با اون بساط سیگار فروشی جنوبری دیگه جور در نمیاد. متوجه این که مردم عقلشون رو چششونه. به این سادگی هم نیست. شما دوتا از مرحله پرتین. آقا بویوک لبنیاتی را که میشناسید؟ همون گرون فروشه. بله. خب پیغام پسخان فرستاده برای نرگس خانم. که چی؟ که بله دیگه، انگور خوام نصیب شغال میشه. آقا بویوک اگه شوهر نرگس خانم بشه نه جای من اینجاست نه جای شما و سلام نامه تمام. ولی من یه ساعت پیش با نرگس خانم صحبت میکردم، چیزی نگفت. یعنی هر کی بیاد تو این محل برای خواستگاری باید شما را خبر کنه. اما اگه چیه؟ چرا اینجوری به ما نگاه میکنی؟ شما دوتا نمیخواین سر سامان بگیرین؟ پیر شدین و رفت. کی بهتر از نرگس خانم؟ شما بگو بعد میگم. آقا حمید این چه حرفیه مشتی؟ نرگس خانم مثل خواهر من میمونه. شما چی میگه اکبر آقا؟ ایشون که با نرگس خانم خواهر برادر درامه. من؟ والا چی بگم؟ چه عیبی داره؟ معصیت کی نمیخوایی بکنی؟ خب خواهر من خواهر اکبرم هست دیگه، مگه نه اکبر؟ درست بگو دیگه. بله هست. بله خیلی خوب، پس دست روی دست بذارین تا بویوک آقا خواهر شما رو بگیره، بعدش هم با یه تیپا همه منو بیندازه بیرون. والا من اگه جوان بودم، خوشگل بودم، پولدار بودم، شغل خوبی میداشتم، خودم میرفتم خواستگاریش. ای جوانی کجایی که یادت بخیر. یه مشتی، اینم گوری چایی، ما رفتیم. خیلی هم ممنون. حواستون که به خوهرتون هست، ببین چقدرم جنس بهش داده. بادا بادا مبارک بادا، ایشالا مبارک بادا. برو بریم بابا. بادا بادا مبارک بادا، ایشالا. سلام، خسته نباشین. سلام علیکم. تلفن ما نمیدونم چرا قطع شده، گفتم اگه اجازه بدین از اینجا یه زنگ بزنم. خانم بده خدمتشون. میبخشینا. بفرمایید. خیلی ممنون. الو مخابرات، ببخشید تلفن ما قطع شده. بله نه خیر، یه ساعته. بله 53 64 56. بله خیلی ممنون میشم اگه امروز درست بشه. هیچی اکبر جون، بس کارتو بکن. نه خیر هستم خونه. خیلی ممنون.
خداحافظ. ببخشید میشه یه تلفن دیگه بزنم؟ خواهش میکنم. پنج تا بزنید. بفرمایید. مریم سلام، خوبی؟ تلفن قطع شده. چیه؟ دارم از اکتاسی زنگ میزنم. همینطوری فکرهای ناجور میکنه دیگه. نه مادر خوبه. کارو تو بکن. نگران شما بوده. تلفن که درست شد زنگ میزنم باهات حرف بزنه. سد معبر کردی آقا جون. سد معبر. مردم نمیتونن از این پیاده رو رد شن. آخه خدا رو خوش نمیاد. آقا جان این چهار تا جعبه جلو راه کسی رو نگرفته. چطور نگرفته؟ مگه نمیبینی با چه مکافاتی رد میشن؟ مهمتر از اون مزاحم کاسبی ما هم هست. شما که مغازت اون طرف خیابونه. چه ربطی داره به این طرف ها؟ خیلی هم رفت داره. ما مشتریامون روز به روز کمتر میشه. میگیم چرا؟ میگن چون آقا بویوکی اینا رو میذاره تو خیابون. شما زحمت کشیدید. اختیار دارین. چه زحمتی. شما با این همه گرفتاری دو دیگه وقت نمیکنین برید خرید کنین. بعدشم ما و شما نداریم که. ولی من همین صبح خرید کردم. شما هم که چقدر تعارفی هستی نرگس خانوما. بیا بابا جون. ماشاءالله چه پسری. شکلات گنده داری به من بدی؟ چی شده تو اکبر؟ شکلات خور شدی؟ مبارک انشالله. بیا دهندو چیریم. آقا بویوک سوپرمن، این علامت مارک استانداردش کو؟ اکبر آقا، این ترشی خونگیه. خانم خودش درست کرده. استاندارده، درجه یک ممتاز. آقای ممتاز، اگه خوردیم مردیم مسموم شدیم چی؟ آقا جان، ترشی که مسموم نمی کنه. زیادی بخوری، دل ضعف میگیری. صدا تو واسه من بلند نکن! جنس غیر استاندارد میگه صداشم بلند میکنه. اون رو من که ندارم. سلام. سلام آقا رامین گل، حالت خوبه؟ خوبه. کیه رامین؟ سلام علیکم. قابل شما رو نداره. شما فکر کردی شاید وقت نکنم برم خرید؟ بله بله همینطوره. شما از کجا فهمیدین؟ شکلات من یادت نره. بله بفرمایید. چه حرفا؟ مگه خدای نکرده زن مرده ای؟ مگه زن طلاق داده ای؟ مگه بچه نمیشه که میخوای زن بچه دار بگیری؟ آخه مادر جون شما که ندیدینش. به خدا خیلی خانومه. اکبرا خیلی خانومه. خیلی آغاز من کار ندارم. عیب داره عیب نداره من کار ندارم. من زن بیمه با بچه نمیگیرم. بیمه چی چه بابا جون؟ بیوه. بیوه رو میگه بیمه. فرقی نمیکنه. همونی که شما میگی من نمیگیرم. بابا سن اربادال میاد جسن که قرار من زن بگیرم. گناه نکرده که بیوه است. به خدا ثوابم داره. تو اگه میخوای ثواب کنی برو ننه رضا دیوونه رو بگیر که ثوابش هم خیلی بیشتره. همینقدر که پاک کردی بس. اگر بدونی چقدر با شخصیته آقا رامینم همینطور. حالا من چقدر باید زحمت بکشم بچه بزرگ کنم اگه از رو پشت بون نیفته تو چاه نره بچه ها با سنگ تو کلش نزنن تازه بره کودکستان. اما حالا یه زن میگیرم با یه بچه معدب کلاس دوم دبستانم هست همین دبستان شرف. تو بچه ای ساده ای خامت کرده واسه اون رو ادا اومده تو هم پول شدی. تازه تو اگه میخوای زن بگیری خب خدا میرم برات خواستگاری. دختر آقای یاوری رو دیدی؟ کدوم یاوری؟ همون یاوری خودمون دیگه کاروان زیارت و سیاحت داره. دختری مثل پنجه آفتاب میمونه. خیلی خانومه. پارسال دیپلمشو گرفته. از هر انگشتش هزار تا هنر میریزه. حرف مادرتو گوش کن. گوش کن اکبرا. اون صلاح شما را میخواد. بابا اصلا میدونین چیه؟ من زن نمیخوام. من از خیرش گذشتم. ولش کن بابا. ولش کن. خب اگه ولش کن پس ولش کن. بگو دنبال بهانه میگردم. من سنه نشون نبیدن عرفا در از یه دوت دن و شاقو یاوری چیه بابا؟ این فیرنم خیس بود دندم کرد سلام از ماست. مامان هستن؟ بله بفرمایید. خیلی ممنون. شما بفرمایید. ماشاءالله چه پسری.
خیار سردشه. یا الله. سلام علیکم خانم بزرگ. چه کار خوبی کردی مدی اکبر جون. چی زدی به خودت؟ چقدر بود گن میدی که نرگس خانم مثل خواهرتونه. نه نه گفتم خواهر شما مثل خواهرمه. بزرگترتون ایشونه؟ بزرگتر بزرگتر که نه، ولی خب تقریبا بله دیگه ایشون. منو دست میندازه حالا شیش انگشتی یک بزرگتری نشونت بدم که حظ کنی. ببخشید خانم بزرگ. خوش آمدی صفا. چه خوش اومدی؟ بیا بیرون بیدم دست میدم آمه. خیلی نامردی یواشکی گلو شینه گرفتی اومد اینجا که چی؟ اکبر جون من میخوام تشکیل خانواده بدم نامردیه؟ حیف نیست این طفل معصوم از کانون گرم خانواده محروم باشه. من فکر کردم تو خوشحال میشی. یک کانون گرمی برات درست بکنم که تو برنامه خانواده نشون بدم. را بیا بیرون. مامان 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 سلام علیکم. زحمت کشیدیم. اختیار دارین چه زحمتی. مبارکه انشالله، ولی ما نمیتونیم ندیده و نشناخته کاری بکنیم. مادر خواهش میکنم. ببین نرگس جون، زود تصمیم نگیر مادر. به نظر من این ریزه بچه مهربونیه، اما اون گنده کمی بد اخلاقه. البته بد اخلاق مرد خودش یه حسنه. پدرت هم همین جوری بود مادر. مادر شما اشتباه گرفتین. خواهش میکنم ساکت باشین. ببینین اکبر آقا، میدونم چی شما رو نگران کرده. تو محل از این حرفا زیاده. منم اونقدر ساده نیستم که گول این چیزا رو بخورم. پدرم خدا بیامرز شما رو خیلی دوست داشت. شما مثل برادرای من میمونین. من سر حرفم هستم، هیچ وقتم زیر قلم نمیزنم. شما بهتره به جای این بازی ها به فکر جور کردن پولتون باشین. حیف که دست و بالم بسته است، وگرنه این مقدارم ازتون نمیگرفتم. خیالتون راحت باشه، من خودم همه این پول رو جور میکنم. تو پول جور میکنی؟ بله. تو ببخشید شلوارت هم نمیتونی بکشی بالا. از لج تو هم که شده سه ماه جورش میکنه. خواست منو بفرسته ژاپن دنبال نخستی ها، بعدش هم همه چی رو هلفته بکشی بالا. اما کار کنده اکبر آقا آبرومون رفت ننه. تو رو خدا آبرو ریزی نکن. نمیدونه آخه تو رو چه به خواستگاری؟ من بابا من نیتم خیر بود. نه مثل تو که برای مال دنیا رفته بودی. سایب قباحت داره. آخه اشیدیر کشیدیر آخه سنگه اون نمره نده ای بود. چه باید عکاسی ها میگردی پشمک فروشی تا زگه اونو مزد در. تو که فرق دوربین دست زبنگو نمیدونستی؟ حالا برای من کاری میخونی؟ بیا بیرون بینم موش مردنی. آخه بابو گلابی همه میدونن از بچگی لنگ من بودی. یه رفته گریه میکردی مشقه تو من میدشتم. مشقه منه تو مینوشتی؟ نه من ماه دارم باش تمرین میکنم. یه سونو یاد نگرفته. چه حرفی؟ بابا قورباغه تمرین کرده بودن دارنگ مرمون هر بیرون. بس کن در همسایه بد زشته. داغ عکاس خونه رو به دلش میذارم. مبدیدی خیر باشه. شیش انگوشتی از لج تو هم که شده سه ماه میرم کش پیش زنبونشو جور میکنم میام. باره اول میری ژاپن؟ بله من آقا دفعه دوممه. اولش برای ماها خیلی سخته، یعنی اونجا اصلا یه جور دیگه است، همه چیزاشون الکترونیکیه. سلام آقا. سلام. چایتون رو میگیرین تا براتون تعریف کنم. بفرمایید.
ممنون. الکترونیک، کامپیوتر، همه چی شده کامپیوتر. رانندگی، آشپزی، لباسشویی، خلاصه هر چی که فکرشو بکنید. دور از ادب آقا. تو دستشویی که میرین هنوز بیرون نیومده، ادرار تو آزمایش میکنه، برقی آزمایشو میده دستتون. چی شده آقا؟ آخه میدونید این نمایشگاهی که بنده رو دعوت کرده یکی از هم سلام این هواپیما کیش میره؟ با تو هم این هواپیما کیش میره؟ آقای محترم اگه سوالی راجع به پرواز دارین از مهموندارای عزیز بپرسین. پاشو ببینم برای من لحظه قلم صحبت میکنه. همینجا باید پیاده بشین. آقای عزیز این چه حرفیه میزنین آخه؟ ببخشید آقا. خواهش میکنم. این که شما میگین عملی نیست. آقایون خانوما شما بفرمایید. آقا واسه من خاطر ژاپن. فکر میکنم اشتباه سوار شدن. من اشتباه سوار شدم؟ من بلیطم تهران پکن تو چون تو چون پکن تهرانه؟ من اشتباه سوار شدم؟ بفرمایید هواپیما رو به هم نزنید. بفرمایید آقا این پرواز بین المللیه. نامردم اگه بزنم وارد ژاپن بشم. از آشناهاتون بودم؟ از همه فرودگاه میگن. من میاد با ایشون آشنا باشم آقا. مارمولک. چی؟ مارمولک؟ هواپیما مارمولک داره؟ چی فرمودی؟ نشونت میدم. آها فیلم نشون میده. مردم اعصابشون خرابه دیگه. همین بایسه میرم بایسه فکر کردی میتونه دست من در بری. بعد از همین رایی که اومدی برگرد. آقا اکبر جون چجوری از اینجا برگردم؟ بودنامی آقا انگلیسی بربو نکن بربر گفه مظلومم نگیرم. آخه اکبر جون تو مملکت به این بزرگی مگه جایی تو رو تنگ کردم؟ جلوی ژاپنیا بعده ها. با من یکی بدون نکن باید برگردی. داد نزن میندازنمون بیرون ها. بعدش هم تو باید برگردی نه من. ژاپنی بلدی که نیستی، آشنا ماشنا داری که نداری، سر وزیدم که معلومه. بعدش هم اگر جون تو عوضی اومدی. بای بای. های دوزا دو ماریگاتو گزایماس دوی تشا ماشت. میگم نگران نماشا، خودم کارتو درست میکنم. رفاقت واسه همینه دیگه. چی میخونی ما بدونی؟ سلام علیکم خانم، سفر خوش گذر. سلام علیکم، خوش آمدین. های دوزا آریگات آریگات. No, I can't give you the visa. You must return by the first flight. آخه برای چی؟ من سه بار دیپورت شدم. این بابا سه بار به من گیر داده. آخه من میدونم به خاطر چیه؟ به خاطر سیبیله. میدونم به خاطر سیبیلمه. من سرم برای سیبیلمو نمیزنم. ببخشید آقا موضوع اینا چیه؟ ژاپنیا از سیبیل خوششون نمیاد. اکثر سیبیل دارا رو برمیگردن. یا الله بار. خانم ببخشید این سفر موضوع بشه مانه برده اکبر اگه دفتر بگیرید به این دوت بسید باکشی باشید بسرا خانم بخشید آقایی تانا کنم بله برو من نسید این سفرت نمیده دویزا بله برو من بسید منم نسیشو بزنم تم نسیشو بله برو 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 Thank you very much. آقا جون نوکرتم چند بدم؟ چی رو؟ تیغ دیگه $200. بی انصاف. آخه مگه سهام کارخونه‌شو می‌خوای بفروشی؟ یه تیغ دست دوم تمیز 5 تومن نه 10 تومن. بعد میگم خانوم انصاف داشته باشه.
Please wait. Let me find it. وقتی جلوی اون یارو به تته پته افتادی هی نگی بیای ترجمه کنم، خودت میدونی دیگه. Thank you very much. حمید جون ببخش خانم، اصلا این تیغو بگی مال خودت بگی. Thank you very much. حمید جون بگی دیگه. Here you are. Thank you sir. بگی مال سیم داتون بزن بیا. دیگه به دردم نمیخوره اکبر جون. Good morning. That's good. Yes. You came for tourism or business? Yeah. Okay. Tourism or business? Yeah. Okay. Here you are. Welcome. Thank you very much. Passport, please. سیبیل چرا زدی؟ جمع بچه مردار چی میدی؟ جمع آفات چی میدی؟ Passport, please. بیمرفت، لاغل وایسه ببینیم آقا بابا چی میخواد بگه؟ Your passport. May I have your passport? Passport. You came for tourism or business? You came for tourism or business? میگه واسه گردش اومدیم. آه یس. یس بله بله برای گردش اومدیم. بله برای حال. برای صفا. برای اینجا رو بگردیم ببینیم. اینا. قربونتون برم آقا. چقدر شما شبیه تانکوره اینا، دست شما درد نکنه، قربون شما برم. آتا چی بوچی سه ماما توی ژاپنیم، لا 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 تا چی بوچی همی جون کشی وای زمو هم گرفتیم. بس سلام آقا حمید نوکرت هم بابا، ببخشید کردم خیلی مفرسه گلم برات یه ریزه شده. مشکلی که پیش نیومد آقا حمید. نه خیلی چه مشکلی، خیلی هم خوش گذشت. از وقتی نامت رسید اگه بدونی چه حالی شدم، از ذوق شبا خوابم نمیبرد. بابا زودتر میومدی دلمو پوسید اینجا تنهایی. ببینم حسابی خسته شدی؟ آره نه بابا چه خسته ای، خیلی هم خوبه دیگه. الان میبینم. بفرمایید. نه شما بفرمایید. یار دارید شما اینجا مهمونی بفرمایید. میگم نصرت جون، این بچه ایرونیای علاف که همینجوری شرطکی بلند میشه میان اینجا کجا میرن؟ هتل، مسافرخونه همه جوره است. یه هتل ایرونی است تو محله چینیا. هتل که نه، یه جای ارزونی که با پولشون جور در بیاد، یک دو شب بمونن و بعدش هم برن دنبال بدبختیشون. این علافا رو میگی؟ همون که گفتم خوبه تو محله چینیا است. اون عالیه چینیا. آره. خب ما که رفتی. بفرما خواهش می‌کنم. چقدر میخواد خوش یک ذره نصرت جون. حالا برنگردی آقا برو. علاف خودتی با اون رفیق عوضی بلنگ صورتی، یک شهر تکینش بدم که حفظ کنیم ندید بدیم با اون کچلوار مدیم با پمایون مسخره. خب سوا شده بیمارفه نارفی رفیق قال بذار اینم شد رسمه. سلام چه کجایی؟ سلام علیکم آذری هستم، شما ایرونی هستین؟ خب آره دیگه، جایی دیگه هم پارسی حرف بزنم. بابا شما بخش نخوشحالی هول شدم. سلام خانم، اگه میخوای میرسونمت همون مسافرخونه‌ای که رفیقت گفت. سوار شو بریم. خیلی ممنون. دست شما درد نکنه، آقایی میکنی کالمون گذاشتن درش. جای شما رو خالی کردیم. گلنار چطور؟ امان از این تحت آقایی که تنگی نمیشه؟ اگه بدینی وقتی رو بوشه مدرسه شو میبوشه چه بلایی میشه. یه کادو برای شما فرستاده، بسید ببینم کجا گذاشتم. کارت صد آفرین، تو مدرسه بهش دادن. دلم براش یه ریزه شد. این بابا رفیقت بود؟ رفیق؟ صد رحمت به دشمن. آقا نصره این ایرونی های علاف کجا دارن میره؟ نگاه کن ببین چجوری ما رو ترس و سیبیلمون رو زدیم.
آشنایی کسی رو نداری؟ نه خیر. لابد برای کار اومدی. آره خیر سرم. ایران چی کار میکردی؟ توی عکاسخونه کار میکردیم با همین بزمجه که دیدینش. یادم رفت خدا حفظ کنیم. ببخشین خانم. خیلی ببخشین زحمت دادیم. خدا دست دادیم. همین جا. عزیز. بیا. کفشاتو دارا. ببخشین. به به چطوری پیره من؟ سلام علیکم. ببین کی بکنی که پیره من؟ مچمند از این؟ دو نیام. مادم کجاست؟ تو اتاقش. معلوم برم. ماشین. تازه اومدی؟ بله. چیه کس کردی؟ یکی دو ساعت دیگه که بچه ها بیان فکر میکنی وسط نظام آبادی. فکر و سوخته. برم شام رو درست کنم. دیر بشه هم دیگه رو خوردن. سودسکا. جا های دوز اومدم. تازه اومدی؟ بله. تنهایی؟ نه با رفیقم اومدیم. بله تنها. دست درد نکنه زمت. موکرتم بابا این حرف ها کدومه؟ به آقا دست خجالتم نده دیگه بابا. بگم کاش با لباس ساده تر میمد. چطور مگه بده؟ نه بابا کار درسته، اما میدونی این طوری قیافت داد میزنه که توریستی با این ساق و تشکیلات. ببینم پولاتو که جای امنی گذاشتی. جاش امنه خیالت راحت. خیلی خب همینجوری وانش ساز ظرفش بیار بکشه هم بذار بالای سره. نصف شب پا میشه گشنشه میخوره. کسی جا نمونه. سلام علیکم. آقا دست شما در نکنه. من یکی خرجمو از بقیه سوا کردم. صبح تا شب خرمبالی میکنم که چی؟ هیچی. همین پیریه تاجیک یه پولی از بچه ها میگیره کاراشون انجام میده. لباس میشوره. نظافت میکنه.
یه چیزی هم میبنده به شکمشون. یکی نیست بگه تو واسه چی پاشید اومدی اینجا. آدم باید از مغزش استفاده کنه. اینجا ببین، تلویزیون، ویدئو، ضبط، حسرت یه دونه از اینا رو دارن. اینجا به هیچ کس اعتماد نکن. مواظب پولاتم باش. باز گوش مفتی رو بردی؟ ولش کن بنده خدا، تازه از را رسیده خسته است. عبر گناف شد مستره. بابا گذاشته بودم زیر بالشم، 500 دلاری بود همین سر شب. بالاخره افتاده زیر تخت، یه دفعه دیگه بگرد. یه دفعه گشتم بازم میگه بگرد. من میدونم این برداشته، بده بینم پولو. دهنه به سره، بد خود بیا. چیکار دارم به پولو تو؟ اونه من داره به سره بخوری. بابا آروم باشی. خدا هرکی برداشته پس بده. کلی بالا زحمت کشیدم، جون مادر تو پس بده. چی برداشته کنم؟ چی کار کنم؟ آروم باش حسین. مخلص آقا غفارم هستی؟ تو بخیر. پس چی شد آقا نصرت؟ آقا نصرت جیبتو زد و در رفت. سیر و سیاحت هم که کردیم، برگرد برو دنبال زندگیت دیگه. سر خیابون باید سوار میشیم میری فرودگاه. یالا برو به مش ماشاءالله بگو سایونارا. در خدمت ما غفار. بفرم. آقا برو دنبال زندگیت دیگه، اینجا برای چی باشده؟ چیزی گیرت نمیاد. برو وقتم دلم نکن. برو آقا جون. مملکت غربت جای تلافی و تسبیح حساب نیست. اگه بخوای برای رفیقتم میتونم یه کاری بکنم. چی شد؟ رفته؟ خب لابد قسمت نبوده. کمربند تو من. Lanzin des to demo i to des zioti des. I des ne jakare nite koko ni hataraku toki koko naranai yo ni shite. Kioskete yo. Ta incho patasyo. Herol neshama. Hamisho sam. Shesh. خب درست شد. خیلی ممنون. خب بهت بگم تو آشپزخونه که کار میکنی از این چاختر نشی. چشم مواظب. سلام علیکم. سلام. مریم دخترمه. راهو شاهو یادت. خب من دیگه باید برم. ظهر برمیگردم.
خدا. فعلا خدا حافظ. به سلامت. خدا بزرگی کمتون نکنه. خیلی ممنون. قرص دیالت رفت. اگه بخوای اینجور قرص بخوری باز کار دست خودت میدیا. من که حواس ندارم. این قرص صبح. دیگه نباید بینید. سیه نره. سب کنی. سب کنی من برای تون آب بیارم. همین بالا میشونم. خب شروع کنی. زمینی گرفته تا خرد کردن سبزی و ماهی و میگو و اختاپوس و هر کاری مثل ظرفشویی و نظافت. بله. اون سرآشپزه. خیلی هم وسواسیه. بله. اما کارتو درست انجام بدی کاری به کارت نداره. بس آقا، بس کن. بس کن بابا گوشم کرد شد. اگه فکر کردی اینجا بشینی چیزی گیرت میاد کور خوندی. پاشو برو خدا روزی جای دیگه حواله کنه. اکبر جون من که نشستم قصه بیچسی خودمو میخورم مزاحمتی داره برای شما آیا؟ آی امان از بیچسی ای دار. بابا الان نهار بازار سرمون شلوغه. اینقدر من غریبه بازیم در نیار. آقای بیچس نزن جلو ژاپنیا بده. شما بفرمایید من براتون میارم. راضی به زحمتت نیستم. اینجا را از کجا پیدا کردی؟ بالاخره تو مملکت غریب آدم باید هوای هموطنش رو داشته باشه. دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشانی و درماندگی. عجب. اسم چیه؟ کوچیک شما آقا حمید. آقا حمید. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. چیزی شده؟ نه بابا. از دست این حمید بزمجه. هست یه جوری اذیتم میکنه، نیست یه جوری دیگه ول نمیکنه بره راحت هم بزن. ببخشید من اینو بدم بهش بیم. بس کجا رفتی سر زوری؟ میموندی اقلا نهار میخوردی بعد میرفتی. تمام بازار رو گشتم، انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. ما رو آس و پاس بل کرد تو شهر. شب و کجا خوابیدی؟ تو بنده. صدای بوق کشتی نازش تا صبح بخوابم. همین؟ معلوم است تو کدوم گوری هستی؟ یه ساعت دارم دنبالت میگردم. اکبر جون من که جلوی چشت نشستم دستت درد نکنه. اینو جا گذاشته بودم. اصلا تو اینجا چی کار میکنی؟ خیلی خوب، پاشو بیا تو. خیلی مخلصی. پاشو بیا که نری ترون بگی اکبر بیمرفت بود. کفشتم باز در بیاری ها. جوراباتم درار بود جن میده.
بشی. در اینجا همه چیز خیلی گران است. در اینجا همه چیز خیلی دوست گران است. چی داری میریسی هرون بال من؟ اکبر جون من تو فرقی نمیکنیم. یعنی چی فرق نمیکنیم؟ خانواده من با خانواده تو فرق نمیکنیم. مال خودتو بنویس. اکبر شکمشی چی کار میکنی؟ مریم خانم اصلا فکر نمیکردم دختر خانمان برای کار بیان ژاپن. خب منم برای کار نیومدم، وقتی درس ندارم میام کمک بابا. اول بابام اومد، چند سال بود بازنشسته شده بود، فکر کرد اینجا برای خودش یه کاسبی را بندازه. یکی دو سال اول بد نبود، خوبم پول میفرستاد، کارش هم خوب بود. بعد زد و مریض شد، قلبش. از قبلم ناراحتی داشت، هرچی بهش اصرار کردیم برگرد قبول نکرد، گفت تازه دارم اینجا جا میفتم، نگران من نباش. منم اومدم یکی دو ماه مراقبش باشم، موندگار شدم. حالا هم درس میخونم هم کمکشم. ببخشید دستتون چی شده؟ چیز مهمی نیست، حساسیت پوستیه، آب و هواس دیگه. بفرما اومدی تفریح دیگه، این از سیب زمینی پوست کندنت، اونم از دیوار شستنت. خب اکبر جون مگه چه عیبی داره؟ دیوار که تمیزه دیگه. میگه چه عیبی داره؟ یه باری که دیوار شسته میگه چه عیبی داره؟ خب آخه اینا چششون تنگ اکبر جون، یه باریکه که بیشتر نمیبینن که. چششون تنگه، کور که نیستن که. نه اکبر جون، نگاه تو از لای درز در نگاه کنی چی میبینی؟ خب اونام همینو میبینن دیگه. آخرش من دست تو دق میکنم همین. حتی شی واکوشا. کنو ایتو وا تاکسان اوکانه او مورایماس. دمو آنه ایتو وا نمکه دست. میگه چون شما بهتر کار کردین مزد بیشتری هم گرفتین، ولی حمید همش بازیگوشی میکنه. من بازیگوشی میکنم؟ بله دیگه، میگفتم برات سلمونی ما تو تهران خیلی بزرگه. البته من خودم که کار نمیکنم، چند تا شاگرد هستن اونا بیشتر کار میکنن، من فقط مواظبم خرابکاری نکنن. بالاخره شاگرد در تهران سلمونی داری؟ خب بله دیگه اکبر جون، من خودم که نه، آقام دیگه. پس آقا خدا بیا مرز من باکسی بوده؟ پای سر مرد درد نزن اکبر جون، زشته به خدا. خجالت تو نمیکشی به این بچه ها دروغ میگی؟ اکبر آقا بفرما چایی؟ بشین بشین رفیق، از تو زبلتره. حالا تو این وقت تو آشپزخونه تلف کن، برای خودت میگم، بیا ببرم از سر یه کار حسابی پولساز. آریگاتو. خب چقدر دادم آقا؟ قابلی نداره، قربون شما، دست شما درد نکنه. بفرم چایی تو بخورم، اون سرد شد، بخور. خب رسیدیم به آقا بابک گل. رد کن بیاد ببینم. چیو؟ مفتی مفتی اینجا میچرخی که چی؟ کرایه اتاقتو بده لاغر. کرایه اتاق بده من؟ آقا چون این سلمونی نیستش که. باشو باشو سر رفیق بده نگاه کن. باشو پشین قربونت برم. من به این کار کار ندارم، رد کن بدونم. پولو کرایه اتاقت بده من، بده من میرم. خب اکبر جون مشتری چرا میپرونی؟ بده من میرم. بیا اونم بده. چایی تو بخو بابا، بی خودم اینقدر حرص نخور، بزن چایی رو. آره ما ایجوان دایو، این بابا همه کاره ایست کنی برات میشش مایه بزنشون. بکرم گفتم زرگوات پیرو از پا میدن، خلاصه حسابی پختم. بعد از این بازی میری بالا میخواد کارتو ببینه. همین بابا خدا روزی به جایی دیگه حواله کن. اکبر اکبر کجا نمی بایسته ببینم. اکبر اکبر بایسته یه دقیقه بایسته با تو هم سب کن بابا بچه با دیدم نیاد.
این بود ورزش؟ کار آدمای با شخصیت. مگه نمیخوای پول در بیاری؟ مفتی مفتی که آدم پول نمیدن. باید کار کنی دیگه. این کار به درد خودت میخوره. برو دنبال یه حالوی دیگه بگرد. به درک. همون بهتر که بری ظرف بشوری. آره ببینی با تو. جون آقا ساچو من چه میدونم چرا اینجوری شده؟ به خود من همه جا رو تمیز کرده بودم. به جون ننم آخر وقت تمیز کردم رفتم. مریم خانم شما یه چیزی به این آقای ساچو آقا ساچو هاشکاکی چی بگم به جفت مریم خانم جون به خودم من نمیدونم چه نمیدونم که خود به خود که اینطور نشده والا به خود من همه جا رو تمیز کردم رفتم چیه چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟ پس بگو مدام این بچه ها سر به سر هم دیگه میذارید فکر نمیکنید با این مسخره بازی ها کار ما رو هم خراب میکنید بابا اگه اومدید تفریح برین جای دیگه پدر بیچاره من چه گناهی کرده تقصیر من چیه مریم خانوم من که سرم به کار خودمه میموندی عکاس خونه جونت بالا میومد بگم گروشینی خریدی رفته بودی کجا با مظلوم بازی هممون رو سیاه میکنی چی شد؟ خیلی عصبانیه آخه این چه شوخیه پسر فعلا درست شد این دفعه جریمت کرد حقوق یه هفته تو رفیق نامرد نمیخوام دیگه دستت زله شدم به خدا داری اشتباه میکنی من این کارو نکردم اکبر جون اکبر جون اکبر جون مرد قد یه سمساری هم اساس داره برو یه جایی دیگه برای خودت پیدا کن برم کن بیچاره من اشکم آن نمیرم اشک ازوی بیچارم کردی حالا داغه اون از مسیره به دلت میزن هر جانی شده پولشو جور میکنم و بر میگردم خب تو هم بعد داری تو پارک شهر عکاسی بکنی به سیگار فروشی بدبختی بیچاره دارم سکته میکنم از دستش بیچارم که بوده زنده بلا منو بفرم تیغ بربرش میده حکمه جون میفته میشه بازه باش رفیق بیمرفت نخواستم آیا پام برسه به تهران جده و یاندر را بیچارم کرد بدبخت بیکار شد به جون مادرم داره اشتباه میکنه تقصیر من نبود به دل نگی حالا عصبانیه فعلا وسایل تو بذار تو اتاق من تا بعد آخه مریم خانم شما یه دقیقه به من فرصت دید مریم خانم بی مریم خانم بی خود این قیافه رو به خودت نگیر اکبر بنده خدا حق داره میگه خودتو به موش مردگی میزنی فکر کردی من حواسم نیست ده بار دیدم ظرفای کثیفو گذاشتی قاطی ظرفای اکبر کارت هم که همیشه میندازی گردن اون آخرش که چی تو کارتو ول کردی اونم که مثل مرغ کش رفته تو لونه خودش من نمیفهمم این عکاسخونه اینقدر مهمه که دو تا رفیق افتادن به جون هم خب منم همینو میگم ارزش این حرفا رو نداره که ارزش این حرفا رو نداره نه والا درسته من اکبر رو خیلی اذیت کردم خب من همیشه سر به سر اون میذارم ولی به خدا این دفعه کار من نبود کاش بس خونه همین جوری به هم ریخته خود به خود والا بلا به پیر به پیغمبر کار من نبود دلم خوش بود شما یکی اقلا باور میکنید اگرم سر کار نمیام به خاطر اینکه اکبر راحت باشه دیگم سر به سرش نمیذارم خودم هم بالاخره یه کاری پیدا میکنم خیلی خوب قبول میکنم حالا انقدر قیافه مظلوم به خودت نگیر قضیه گل و شربت و شیرینی چیه؟ گل و شربت و شیرینی چیه؟ گل و شیرینی؟ آها تو محل ما یه پیرزن بود بیکس تنها خب آدم گل و شیرینی بخره بره عیادتی همچین پیرزن بیپناهی بده؟ نه خیلی هم خوبه تو رفتی عیادت پیرزنه سر همین با اکبر دعواتون شد آها حالا ده بیست سال سنش بالا و پایین که فرقی نمیکنه که بفهمین این چیه؟ قابل شما رو نداره بمالیم به دستتون وگنه پوستتون بدتر میشه چقدر بابت این پول دادی؟ اونش دیگه مهم نیست دست شما خوب بشه مریم خانوم پیرزنم که نبود
میشه گفت میونه سال. بله میون سال بود. خدا ما رو ببخشه. سر کار که خودتو مظلوم نشون بدی؟ همینجوریش هم عزیز هستی. توی کارگاه ساختمونی کار پیدا کردی. کار سختی اما بد نیست. لابد اونجا کسی رو پیدا نکردی که کارشو خراب کنی. پولم جور بشه برمیگردم ایران. میدونی که مادرم تنهاست. بنده خدا گناه داره. ببین اکبر، من اون کارو نکردم. ارواح خاک آقا تو رو خدا دوباره شروع نکن. اصلا حوصله‌شو ندارم. همین ها حواست کجاست؟ دارم میگم این چه طرز کار کردنه. پاشو برو اون طرف کمک بچه‌ها. پاشو پاشو بابا جون. پاشو بریم حسین. هوای حمیدو داشته باش. داش بنداز اون طرف میله رو بگیر با مفتول سفتش کن. بچونه اون سرش هم ببند. خیلی خوب. دست درد نکنه ما. دستشو بگیر. آقا تاجیک بیا. یاد بیدا چی شده آقا غفار؟ سلام آقا. خدا بد نده آقا. خیلی چی با واتشینو تو مدت چی با هتراکو تو کی کای دن کارا اورتا هده با تای هندس نه واتشینو هی یعنی های تو مادام میگه از پله ها سخته بره بالا. بیارینش تو اتاق من. خیلی ممنون دیگه مزاحمشون نشید. تعارف نمی‌کنی که چه جوری راحت‌تری همین تری. ای ای ای. متکی که آتا چای دا برات میارم آن جا بیا. اومو یا عادت کردی. دفعه اولت که نیست. بابا مگه دروغ میگم؟ از روزی که پیدا شده کاسه کوزه همه رو به هم ریخته. غیر از اینه اصلا میخوای از اکبر شوخی کردم نترس سر تو بالا بگیر. دایی جو بودسیو واتشی وان نیهون ده ایچی وان ای کانکو بودس کارا شین پای شینایی دنه. میگن نگران نباش من بهترین پرستار ژاپنم. شوهر خدا بیامرزش نفر کرد همچون مراقبش بود که به صبح نکشید مرد. عمرشو داد به شما. چستی میگم درست میگم مگم درست میگم. بیا میگرم بابا بس کن. بابا دارم تعریفشو میکنم. شرمندم. کاش بهش میگفتی. بی خودی نگرانش کنی که چی؟ اون که کاری از دستش بر نمیاد. خب حالا چی؟ نمیدونم والا خودم هم توش موندم. خرج عملش خیلی زیاده. باید با اکبر صحبت کنیم. هرچی باشه رفیقشه. اون باید تصمیم بگیره. حالا تو اونقدر ناراحت نباش.
هرچی خدا بخواد همون میشه. به سرخ، سین دوم سبز، سین سوم سکه، سین چهارم چی؟ سمنو دیگه. حرفای میزنی ها، تو ژاپن سمنو از کجا گیر میاد؟ ساعت بابا، هم سینه هم حواسمون به وقت هست. خب تازه شد چهار تا، سه تای دیگه میخواد. سرنا دیارمه. نه نه تو رو خدا، این شب عیدی به گوش ما رحم. چی شد؟ سرم یه خورده گیج میره، چشام سیاهی میره. دمال همین سرناست، از بس توش فوت کردی باد افتاده تو کلت. دلم گرفته، کاش اکبرم اینجا بود. همیشه شب عیدا یا ما میرفتیم پیش اونا یا اونا میامدن پیش ما. کس دیگه ای رو نداشتیم که. از ژاپن. الو قطع نکن بابا، قطع نکن. با بدبختی گرفتن. الو الو آقا تاجی، آقا این که مایه حفظی نیست، اگه مرد خودت مایه جواب بگیر. آقا تاجی یه دقیقه بیا. بله. اکبر بالاست؟ نه رفت بیرون. الو نمیدونی کجا رفته؟ چرا یه مغازه سر خیابون هست که او سر سر میره میره اونجا. بابا ول کن. سلام مریم خانم، حالت شما شد؟ راستی حمید چطوره؟ پاش که بچونی نشکسته ها؟ نه چیزی نیست، مو برداشته، زود خوب میشه، همش سراغ شما رو میگیره. گوش کنید، یه مشکلی پیش اومده. این موضوع شکستگی پاش نیست، نگران نشین، ولی نمیتونم چجوری بگم. یه ضربه به سرش خورده، چشمش یه خورده، دکتر میگفت پشت چشمش خراشیده شده، حالا هم تار میبینه. منم نفهمیدم دکتر چی میگه، ولی باید عمل بشه. چول باشم اول ببینی خلدی. اینم سوما، یواش یواش نبیدیم. مهمون نمیخوای؟ سلام علیکم.
مبارک انشالله. بازم کفگیرم خورده تایی دیگ. یکی دو روز میرم و برمیگردم. اگه کسی پرسید خودت جورش کن دیگه، بگو رفته سفر. باش آقا جلال، مواظب خودت باش. شده اکبر هیچی فقط یه ریزه پاد مو برداشته همین. بی خودی رو تو اونور نکن، خودم میدونم یه چیزیم هست. همه با من مهربون شدن، همه به هم میرسن. شدم این آقای خدا بیامرزم دم رفتم. بیچاره ننمو به منتظر گل پسرش برگرده بره براش خواستگاری. میگم اکبر، تو دختر این بابا یاوری رو میشناسی؟ یاوری؟ کدوم یاوری؟ همونی که کاروان زیارت و سیاحت داره دیگه. چی شده اکبر؟ آخه اونه که مادر من قرار بود برای من بره خواسته کاری. فقط یادت باشه این دفعه امسی به خودت نزدی. باشه، به شرطی که تو هم از یه جای دیگه کل شعری بخری، کت عکاس خونه رو هم نپوشی. ولی خودمونی مکبر آدمی با حال و روز منو چه به این حرفا. این حرفا کدومه؟ آخه چه جوری؟ مگه میشه؟ دستشو بگیرم لنگون لنگون با سلام و صلوات برم در خونه شون، برم در خونه شون بگم سلام علیکم شوکت خانم، بفرما آقا حمیدت بچه یکی یه دونه تون سر ما رو گنده است. فقط دستشو بگیرین که یهو چشاش با سر نره تو جو. بابا این حرفا به زبون زاده است. به خدا دیگه از اینجا هم خسته شدم، دلم میخواد برگردم. ما برای خودش میگیم هرچی بگذره بدتر میشه، نمیشه که همینجور دست رو دست گذاشت و نشست. والا چه اینجا عملش کنین چه اونجا فرقی نمیکنه، خودش هم اونجا راحت تره. اگه زبونم لال من نمیفهمم، باید عمل بشه. آخه چه جوری؟ کلی خرج عملش میشه. تو داری؟ من اگه داشتم دریغ نمیکردم، اما هرچی داشتم فرستادم ایران برای بچه ها. بیمه چی؟ یعنی بیمه هیچ غلطی نمیکنه؟ یعنی ساچوشونو بیمه نکرده؟ ای بابا تو هم حرف ها میزنی ها؟ اینا ما رو استخدام میکنن که حق بیمه و بیکاری و اینجور چیزا رو برامون ندن، وگرنه عاشق چشم ابرومون نیستن. اتفاقیه که افتاده، تقصیر شما هم نبوده، هیچ کس هم از شما گله ای نداره. اگه مشکل پول عملشه خودم جورش میکنم. آخه چه جوری؟ صحبت سناسشه نیست، عملش خرج داره، 5,000-6,000 دلار پول میخواد، یعنی مزد من و تو و اون. بابا اون رفیق منه، چرا حالیتون نیست؟ ما بچه تایی خطی، من این حرف حالیم نیست، هر جیر شده باید عمل شه. شبتون بخیر. اومدم بابا، اومدم، نمیذارم یه چایی کوب کنیم. اومدم موچت تایو یه کفگاری بکنم ماشین توی که خودت حال کن. هیچ جای دنیا اینجوری کفگاری نمی کنم. ای مستر بیان جونه
نی گاتن دسکا ایس ایمات یا ورات ایمات باید یه جوری خرج و مخارج در آورد دیگه. چاره‌ای نیست جون تو. خیالت راحت باشه. چطور دیدی نیدی؟ نه، ببین آقا جلال. پول لازم دارم. تو میتونی کمکم کنی. نوکرتم هستم. این از اول میگفتی بیا ببینم. چقدر لازمته؟ نمیدونم. نه، نه، گفتم بشکا. اومدم بابا. ببینم چقدر لازمته. نمیدونم. من ترتیبش میدم. اینجور مسابقه ها نمایشی بری بالا هزار کاسه هرچی بیشتر کشش بدی بیشتر گیری میری بالا زیادم جلو نمیری چند دقیقه میچرخی یه دفعه که زدت میفتی رو زمین حواست به من باشه اون یارو حرفه‌ایه کارش همین دمپرش بدی لحظه کارش بدی پس ازش فاصله میری موازه چشماتم باش چون اول از همه اونجا رو نشونه میدی پنج دقیقه مقاومت میکنی تا دستمون رو نشه بعد میفتی رو زمین دیگه از جات بلند نمیشه هزار جون گیرت اومده یا فرید جلال ترسیدی لطو پارشم گذاشتی در رفتی انقدر کتک خوردم که ارو رفت حالا با این پولا میتونم چشای رفیقم رو عمل کنم همین اینجا چی کار میکنی؟
مثل اینکه دیگه آخر خطه. زیاد که درد نمی کنه، مرتب کمپرسش کن، دیگه حالم از این بازی ها به هم میخوره، آخرش که باید برگشت، هرچه زودتر بهتر. پول زیادی نیست، گفتم شاید برای عمل حمید به دردت بخوره، کار دیگه که از دست من بر نمیاد. از قول من ازش خداحافظی کن. ممنون، خداحافظ. باشو بیا اکبر، بیا بیا پیداش کرد. کجا اون دیگه ای؟ بیا سامر کن. کجا؟ بیا بازی تو کار اونو بیارزش میکنه. میفهمم چه حالی داری، اما خودتو بذار جای اون. هیچی نمیتونه اونو خوشحال کنه مگه اینکه تو خوب بشی. میدونی من هیچ وقت آدم حسودی نبودم، ولی دیشب برای اولین بار به رفاقت تو اکبر حسودیم شد. توی اون صورت درب و داغون یه حالی بود که من همیشه حسرتشو داشتم. تو فقط زشتیاشو دیدی. اونجا پر از چیزای قشنگ بود، چیزایی که خود من هیچ وقت نداشتم. بابا غفار اینا آشان دست در درده هایی پیدا شد. باشه بینم، باشه بینم. همین اکبر، اکبر صحب کن بابا جون، صحب کن ببین چی میگم. چی میگی؟ ببین چی میگم، بذار مریم باهاش صحبت کنه. دیگه صحبتی نداره. چه صحبتی؟ بس بریش بیمارستان، دکتر منتظرشه. را بیفت بینم. جلو نیا اکبر، جلو نیا. با من یکی بجا نکن. را بیفت، را بیفت بریم ببینم. گفتم نمیاد. ببین من مثل اینا نیستم که براشون عشق میایی یا خودتو لوس میکنی. ولم کن بابا، چه داری بیری بالا با اون پاد؟ حرف منو گوش کن را بیفت بریم بسر. ببین من میگم نمیام، یا تو سری میبرم. ای 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 پاپ 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 اکبر پاپ. آقا غفار روشن کن بریم. به خدا با عصا میزنم. منو میزنی؟ من یارو رو تو بوکس رو بردم. تو منو بزن. آی 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 پاپ پاپ در کنه اکبر. دست به در بزنی دستت همه نپاد میکنم. جت جده خواهد یعنی را بیفتیم. آقا بیده سلام علیکم. سلام علی. سلام علیکم. بله. چاییتونم که تعطیل کردین. بله. آقا رو چایی میخواد. ماشاءالله. خبر نداری که اینجا رو فروخته یا نه؟ من چه میدونم؟ میگن فروخته. خدا عالم. سلام. سلام. مهمون نمیخوای؟ بفرمایین. خوش آمدین، چه عجب یاد فقیر فقرا کردین. حالی شما چطوره مریم خانم؟ خوب هستین؟ بابا خوب هستین؟ شما سلام میرسونن. خیلی دیگه خوبین؟ چند تا عکس میخواستم. آقا میخوام برگردم ژاپن. اومدم برای خداحافظی. چی؟ میگم فقط اگر میشه، اگر چی میشه؟ هیچی چی، فقط اگر میشه یه خورده اینوری تر بشه. پیغامی چیزی برای اونا ندارین؟ نه خیلی، فقط قرار بود چهارشنبه با مادرم بیایم که که چی؟ که هیچی، سرتونه یه خورده اونوری تر. بله، خوبه؟ چه خوبی داره، حالا چه وقت روب انداختنه. گفتم بیایم منزل شما که گفتم مربا هم بپز. آخه گفتم اگه شما بری ژاپن که اون وقت مادر نه مادر من نره ژاپن اگر شما بری. که من نمی...
ببخشی مریم خانم. با شما کار دارم. کی اکبر جون؟ یه پیر زن بی کس و تنها. یه پیر زن بی کس و تنها؟ پیر زن بی کس یعنی چی؟ نرگس خانم؟ رفتم محضر، همه کارشو ردیف کردم، هیچ مشکلی هم نداره، خودم هم امضا کردم، مونده امضای خریدار که امضا بشه، دیگه کاری نداره، تمومه. دست شما درد نکنه، حسابی تو زحمت انداختم تو. چی شده؟ چرا اینجوری وایسادین نگاه میکنین؟ هیچی، مبارکتون باشه انشالله. من جنوالیم باز بریم پارک شهر عکاسی. بیاین جلو امضا کنیم. ما واسه چی امضا کنیم؟ خودتون امضا کنیم دیگه. نرگس خانوم لطف کردن دوباره با شما کنار اومدن. یه مقدارشو الان بابا داده که من بعدن اونو از تو میگیرم، بقیهش هم شما اکبر آقا ماه به ماه میدی به نرگس خانوم تا تموم بشه. چطوری؟ حالا بیاین جلو امضا کنیم. پس ژاپن رفتن چی میشه؟ ژاپن؟ کی خواست بره ژاپن؟ یعنی شما حاضرین که با بله